سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به خبر عجیب و شبه برانگیز خبرگزاری فارس در مورد علی کریمی پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. چند روز پیش موضوعی مطرح شد در باب روبودن علی کریمی از دبی که پای مهران مدیری هم به این جریان کشیده شد و گفته شد که مهران مدیری قصد داشته با گمراه کردن علی کریمی راهی را فراهم بکند برای دزدیدن او توسط مامورین وزارت اطلاعات، که گفته شد علی کریمی قبل از رفتن پیش مدیری توسط ماموری از وزارت اطلاعات از تله بودن این جریان آگاه شده، موضوعی که به طور واضح توسط علی کریمی تایید یا تکذیب نشد، چون که کریمی در مکالمه‌ای با پرستو صالحی این موضوع رو دسیسه نظام خوند و همه چی رو انکار کرد. از طرفی در اینستاگرام جواب پست مهدی رستم‌پور رو که در متنی طولانی شرح این واقعه رو نوشته بود با تشکر داده بود و عملاً این موضوع رو به هیچ وجه تایید نکرد. پس از این جریان کریمی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خودش باز هم در ابهام نوشت: ممنون از همه هموطنانم که نگران این بنده حقیر هستند. من و خانواده‌ام از طرق مختلف تهدید شدیم و میشویم، ولی نه از طریق تماس مستقیم. البته من مهم نیستم. من همچنان عزادار و نگران هموطنانم در جای جای میهن عزیزم هستم و همه هموغم من آرامش مردم سرزمینم است. فردای انتشار این توییت توسط علی کریمی، فارس نیوز در خبری عجیب و غریب نوشت: مراقب جان علی کریمی باشید. کریمی دیروز در توییتی اعلام کرد از طرق مختلف تهدید شده و احتمال خطر برای او وجود دارد، در شرایطی که خون کریمی بیشتر از نفس او برای ضد انقلاب راهگشاست، باید مراقب جان کریمی بود. گروه سیاسی خبرگزاری فارس: علی کریمی دیروز در توییتی نوشت از طرق مختلف تهدید شده و میشویم، ولی نه از طریق تماس مستقیم. البته من مهم نیستم. من همچنان عزادار و نگران هموطنانم در جای جای میهن عزیزم هستم. کریمی در چند هفته گذشته نقش لیدری را برای اغتشاشگران بازی کرده و اکنون در خارج از کشور نیز تلاش میکند همین نقش را ایفا کند. اما یک مسئله جدی وجود دارد. ضد انقلاب پروژه خطرناکی را در دست اقدام دارد. پروژه کشته سازی. پروژه کشته سازی سالهاست در دستور کار ضد انقلاب برای ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران بوده است. از پیراهن خونینی که احمد باطبی سال 78 سر دست گرفت، آن عکس معروف را در رسانه‌های مختلف پخش کرد تا ندا آقا سلطان و ترانه موسوی که در سال 88 سوژه ضد انقلاب شد، تا امروز که نیکا شاکرمی و اسراء پناهی و سارینا اسماعیل‌زاده و غیره، همه سوژه‌های جدید ضد انقلاب برای تحریک احساسات جامعه و شعله ور ساختن آتش اغتشاشات است. مهدی محمدی در توییتی نوشت: هیچ هدفی برای دشمن مهمتر از این نیست که بر جمع معترضین بیفزاید و به هر قیمت مجدداً اعتراض را با تولید یک شوک یا جرقه به آشوب تبدیل کند. انگیزه ی علی کریمی از انتشار این توییت معلوم نیست. کریمی بارها نشان داده برای خودنمایی حاضر است چنین جوسازی را انجام دهد، اما تحلیل پروژه‌های جاری ضد انقلاب و عملکرد این جریان در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این توییت می‌تواند شروع یک پروژه کشته‌سازی با محوریت خود علی کریمی باشد. قابل پیش‌بینی است در شرایط کنونی خون کریمی از نفس او بیشتر به درد ضد انقلاب می‌خورد. در شرایطی که آشوب‌ها فروکش کرده و رسانه‌های ضد انقلاب با بازتولید آشوب‌ها نیازمند یک شوک جدی هستند، کریمی می‌تواند سوژه خوبی برای تحریک عواطف عمومی باشد. کریمی از چند جهت برای ضد انقلاب جذاب‌تر از امثال نیکا و سارینا و آرنیکاست. اول، اینکه کریمی شناخته شده تر است و نیازی به فشار رسانه‌ای برای شناساندن و شهرت او نیست، در حالی که موج‌سازی رسانه‌ای برای معرفی سوژه‌های گمنام سخت‌تر است. دوم، نسبت کریمی با اغتشاشات نیز شفاف است و نیازی به خرج انرژی برای مظلوم نمایی نیست. سوم،
کریمی خارج از کشور است و صحنه سازی و سناریو نویسی برای پروژه کشته سازی بسیار راحت تر است. تصاویری که قابل تولید است و به مراتب می تواند حرفه‌ای تر و اقناع پذیر تر باشد. چهارم، فعال کردن برخی نهادهای بین المللی با توجه به امکان صنعت سازی در خصوص پروژه کریمی امکان پذیر است و می تواند به عنوان پروژه مکمل در نظر گرفته شود. ضرب المثل قدیمی ایرانیان می گوید نترس از آن که های و هوی دارد، از آن به ترس که سر به تو دارد. ولی در شرایطی که اوضاع پیچیده است و پروژه های مختلفی از سوی دشمن در حال اجراست، باید از کریمی مراقبت کرد. خود کریمی بیشتر از همه باید مسئول این مراقبت است. خبری که معلوم نیست قصدش چیست، تهدید و ارعاب یا هوشیاری دادن به علی کریمی و کمک. اما طبق تجربه‌ای که مردم با مشاهده رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای پیش داشتن، حکومت ایران از انتشار این خبر قصد کمک ندارد و گویا فقط در ابهام اخطاری به علی کریمی داده شده است. اما گویا اتاق فکر جمهوری اسلامی در جریان انتشار چنین خبری نبوده، چون که تهدیدها یا حتی فکر به این موضوع هم برای ایران تبعات سنگینی خواهد داشت و مردم به هیچ وجه چنین موضوعی را نخواهند پذیرفت. علی کریمی هم این موضوع را بی‌پاسخ نذاشت و امروز، یعنی دو روز پس از انتشار این خبر و زمانی که خبر به گوش همه رسیده، با انتشار استوری در صفحه اینستاگرامش نوشته تهدیدها فقط و فقط از سمت شماها بوده. خون من از خون مهساها و سیاوشها رنگین‌تر نیست که به ناحق ریختین. چه افتخاری بزرگتر از این که خونم برای کشورم ریخته شود. پیامی که شایسته ی ادب و شخصیت علی کریمی بوده و باز هم توجه همه ی مردم ایران رو به سوی خودش جلب کرده. و این هم آخرین پیام علی کریمی برای دعوت مردم به اعتراضات سراسری. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانالمون نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.